من گنگترین کانال رپ فارسی برونال برگشتیم با ترکی دیگه از آلبوم هیپوپولوژیست به اسم بنزینو. خب بنزینو دیگه، درسته دیگه، همون دشمن امینم که میشناسید. خب نمیدونم چرا اسمش بنزینوه ولی گفتن جزء ترک های گنگ، واسه همین اومدیم با هم دیگه ریاکشن بریم. فکر کنم دوست داشته باشم چون تا الان ترک های گنگ این آلبوم خیلی حال کردم. گتو خیلی قدر بود، نو بیف خیلی قدر بود، پسرت خیلی بد بود. میخوام اینقدر میگم تا کیون همتون بسوزه. خب فکر کردیم من مثلا چون شما گفتین خوبه منم میگم خوبه. آفرین. نه نکردم. نوبی خیلی خفن. بد نبود. نه بد نبود. خدایش نه. بذار بفهم اینا بد نبود. خب ولی من دوست داشتم. من یکی در میزنه رو خیلی دوست داشتم. یکی در میزنه خیلی خوب بود. یکی در میزنه خیلی خوب بود. ولی ببینید که بنزینو چه خبره. فقط یاد نگیرید که لایک سابسکرایب تکنم چه بزنید اول شب هشتگ گنگ کنید تو کامنت پاره کنید. نه کامنت این ویدیو و که در سراسر فضا مجازی سر صفحات خودتون رو نشون بدید. یو هیپوپولوژیست. هیپوپولوژیست رو بیت سینازا. نه توش قمه که یو سینازا. او بیت سینازاه. اوکی سینازا سینازاه در واقع. رپولش بیشتر همو داری، لباس بعد یه کار داری، موزیکو میاره بعد گوزاری، ولی نباید بدی ما هر جا بگویی. میدونی چرا میگه رپ حالش بیشتر از مایه داری؟ خب چون مایه دارا همه دوستن با آدم معروفا باشن. حالا اگه تو رپ تو آدم معروف بشی خب پول خرج میکنی که معروفا بشت باشن. نمیدونستی پول خرج میکنی که معروفا بشت باشن؟ آره دیگه. معروفا میام بشت که پول خرج کنم که پیش تو باشن. البته که رابطه دو در عوض. ولی اصلا معروف اون پول دارا پول خرج کنم که بیام با تو باشن، تو خرج میکنی که بری با اون. نه دیگه پول دارا خرج میکنم که بیام با همون دیگه. من همینو گفتم واسه همین اینو میگه. واسه بعد یه کار داری، موزیکو میاره بعد گوزاری، ولی نباید بدی ما هر جا بگویی. سر صبح تو میدی بعد کوکو، رفیقو من میکنم برام لوکو، لفظا من واقعی خودم هم روکو، اونا ولی کپ میکنم برام جو. شدم عاشق خونه پدریم، من ترپی اونا عشق قدیم، ولی هنوز هم این بیت چه چیز جالبی توش داره. تو استا آهنگای دیگه هم شنیدمش، خیلی خراب میاد. خیلی دقیقاً این استایل رو مثلا قبلا هم تو همه آهنگای هیپوپولوژیست شنیدیم. مثلا هیپوپولوژیست کلا یه استایل خاصی داره. خب که مثلا یه چیزایی که مثلا تلخوش، یه مثلا بیتای تلخوش شیرینی پشتشه قضیه. یه عطر میگن تلخ مثلا فلان. آره مثلا یه جور مخصوص اینه. خب و بیشتر من تو همین کارهای خودش شنیدم. بعد میگم مثلا بیتر رو میشه اگه بیتر خالی بشنوی، حالا نمیخوام یه مثال یاد یه فیلم، یه مثلا درام کودکی بود، خب همیشه ازش میترسیدم. خب احتمالا شما هم حتما ازش میترسید. بعد اون مثلا منو میبره تو اون فضا، یعنی اگه خود بیت خالی رو گوش بکنم، یعنی بهش دقت بکنم. بعد آره این خلاصه زیاد استفاده میکنه. کنم برام جو، شدم عاشق خونه پدریم، من ترپی اونو عشق قدیم، ولی هنوزمش داره جریان، مهم نیست باشه رقمش چقدی. ماما میگه میشه تشی، همیشه دوستش بزنم جشی، مدال بیارم یه رشته ورزشی، حتی الان که تنم ارتشی. میپیچوندم من کلاس فیزیکو، شدم نو سکول، اومد نیوتون، الان دکتر هیت میزنه تون تون، شدم از دوبه پخش تو هیوستون. ببین چقدر فرق بین اون وجود داره. یه کلاس فیزیکو میپیچونیم پلان یفا. من واقعیت بعضی هاش دو کلاس مثلا فارسی میپیچونم، نمیرفتم کلاس فیزیک یا شیمی اون یکی کلاسا. بعد ناظم هم نمیفهمید. من همچین شخص من عاشق نمیپیچوندم. من همیشه بچه خوبی بودم. آره. من کلاس نه من دیگه چه خرخونی بودم که میپیچونم نمیرفتم کلاس فیزیک. فارسی راحت بل میکنم یه همزار کلاس فیزیکی. ولی اینجا چی گفت؟ رشته ورزشی، حتی الان که تنم ارتشی، جهشی هم چون میدونی کلاس فیزیکو، شدم نو سکول، اومد نیوتون، الان دکتر هیت میزنه تون تون، شدم از دوبه پخش تو هیوستون. شدم نو سکول، اومد نیوتون. تو فیزیک خب نیوتون جزء نو سکول نیستش. در واقع نو سکول میشه انیشتین و رفقا. خب یعنی بعدش کوانتوم و این حرفا. نه اینجا چرا گفت فایزر فکر بکنم نو سکول نمیدونم زمین تگزاس. آه جهش هم که کلاس مثلا دوتا کلاس با هم میخونی، یعنی مثلا تو تابستون کلاس بعدی تو میخونی که بعدش توی کلاس بعدیش میشه جهشی. سکول اومد نیوتون، الان دکتر هیت میزنه تون تون، شدم از دوبه پخش تو هیوستون. تو رنگینی بینمون آنتن، هیچ ماری نیست توی آستن، رپ هالیوود شدم شامپن، با من مازندران شده کامپتن. این اشتباه گفتش که میگه هیچ ماری نیست تو آستین. هاجی تو همه مارا رو تو آستین بگم کسی بیشتر از هیپوپولوژیست مار تو آستین. بودن کسایی که مارتوسین زیاد داشتن. نه من دوستان اصلا حالا تو هم دوره‌ای خودش نگاه کن، همه اصلا کابل داره میگه همه رتن. خب دیگه از چی میگی؟
حالا اینجا اون موقع نمیدونسته، مثلا اینکه اون موقع نمیدون خبر نداشته این، چون اون موقعی که نوشته که الان خبر نداشته، نه ما رو خودشون نشون نداده بودن. رپ هالیوود شدم شامپن، با من مازندران شده کامپتن، کامپتن هم که دکتر دری و اینا، موتورم فست رو بوی بنزین و خودم پوشتم من قبلی و میبیچم رو منو مستی و الان فهمیدم بنزین و چرا مثلا موتورم فست بوی بنزین و این حرفا. من هی گفتم مثلا چرا مثلا بنزین و اوکی بوی بنزین. آره میبیچم رو منو مستی و کار من نسل کارتون چینو موتورم فست رو بوی بنزین و تو خود رو بوی بنزین و چه جاله موتور خودش بگم. آره موتور من رو بوی بنزین مثلا کار میکنه. چه مدلیه؟ اوکی دارم هایی رب بدهش میخوام بدم، مثلا چه میدونم مثلا به دراگ ربطش بدم، به چی ربطش بدم، یا مثلا آیا دوگانه با بو کردن بنزین هم حس بیادن؟ نه نه کسر نمیفهم اینجا چی میگه، اگه شما فهمیدین بدین بگین. میپیچم رو یو یو می نوشتم بودی بچه کجا، برگ شعرام رفت تو سطح زباله، شب و چشم و سمون شماله، ولی می خورم اتون توی شماره، کش میاد چیل می جوام و دامس، دافم با پرادا تنم و جاکس، یه زمان بسه برگشتن از استودیو نبود تو جیبم پول آجانس، الان بس پیپرم بگ میده سوز، رپ فا مریض من میدم نسخه، بی خیاله کش بی خیاله حوز، یه رو تو وانم دورم کلی قرصه، ولی می دونم بی خیاله کش بی خیاله حوز، حوز اسم یکی دیگه از آهنگاشه. آره قرصن که حاجی میان باز مثلا من هی تو اون آهنگ پشتش گم میشم. چه بیت خوبی زده واقعا این سینازا، دمش گرم. چی گفتش اینجا؟ یه ذره از خودش تعریف کرد دیگه، یه چیز قشنگ گفت تو دلم. آره احساساتش گرفتم. زن از استودیو نبود تو جیبم پول آژانس، الان بس پیپرم بگ میده سوز، رپ فا مریض من میدم نسخه، بی خیاله کش بی خیاله حوز، یه رو تو وانم دورم کلی قرصه، ولی میدونم که قشنگ نیسودی آل پرازولام کتمین کدین، فرمولشم بلدم توی دومی، من خودم هم ولی شما ها کپی. اوکی فرمولش هم یعنی هم فرمول موزیکو بلدم، خب تو دومین مثلا میتونم موزیک ببندم، یا اینکه موزیک دومینه ببندم اووردوز بد بده، یا اینکه مثلا بلدم مثلا چه قرصایی با چه حجمی مثلا چه دوزی بزنم که اودی بکنیم، ولی اودی بکنیم، ولی میدونم که اوکی نیستش. اینکه مثلا ولی اینکه مثلا میگه یه روز تو وانم با دورم مثلا پر قرصه، خب به نظرم اشاره به خودکشی داره. خب متوجه این تو عیشان آهنگ قرص هم همین تم داشتش دیگه. من قرص رو کلن یکی دو بار بیشتر نشتم، شو پلی کردی شنیدم. همین تم بودشی ولی آخر کتمین کدین، فرمولشم بلدم توی دومی، من خودم هم ولی شما ها کپین، اصل کارتون چینو موتورم فست رو بوی بنزین. راست میگه حاجی، خداییش بولجیس واقعا هم اصله هم مثلا کارش، مثلا من همه کاراشو من 90 درصد کارهای بولجیس رو شنیدم. خب حالا بجز این آلبوم جدیدی که احساسش گوش نکردم، بعد واقعا مثلا خودشه و جدیدم هستش. ولی مثلا امروز حالا نمیگم کی، من کار طرف گوش کردیم، حالا باز هیچی در موردش نمیگم که نفهمیدم رو کی دارم صحبت میکنم. چی دیگه بابا نکن این کار رو دیگه، تو هم مثلا معروفی نکن این کار رو، ولو چی کپی حضیتون داد. چرا آخه چینو چرا؟ چینو 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 واقعا بد بود، واقعا ناراحت شدم و گفتم آجی چه مارکت کیریه که کلا دو سه چهار تا فلو توش افتاده، همونو همه تکرار میکنن، میدونی که حداقل دو الی سه تاش هم مال خدای پاپولوژیسته. تو چی بهت میگم، همون چهار تا فلو معروفه، خب همون چهار تا سه تاش مال پاپولوژیسته. حالا حدودی میگم، ما بگیم مثلا شاید 5 شام میدونی. ای موتورم فست رو بوی بنزین و تو خودم کشتم من قبلی و میپیچم رو یو حاجی. خیلی این موزیک زیباست. ای کاگان چیکارش بوده؟ با هم زدن، هم سینازا هم کاگان با هم. حاجی من اول میگم که موزیک خیلی احساسی آدمو جذب میکنه. خب بعد من احساسی های اینجوری رو خب
بیشتر میتونم گوش بکنم تا احساسی که مثلا در مورد دختر باشه. این مود هیپ هاپ آهنگ هیپ هاپ جیز خیلی دوست دارم. اصلا مال خودشه. آره مال خودشه. اصلا مال خودشه. به نظر من بهترین مدلش هم هیپ هاپ جیز اجرا میکنه. یه حس عجیب و جالبی به آدم میده. آره. البته من همینطور داشته. پسر فایده هم خیلی خوب. هیپ هاپ نمیتونم زیاد گوش بکنم. یعنی از قصد گوش نمیکنم. خب. بعد یه من اینو قبلا هم گفتم. مثلا از این معروف های نسل 4 خب هر کنون خب یه خصیصه ای دارن که مجزاشون میکنه. هیپ هاپ جیز اونه که یه عمق خاصی این لیریکش داره که میگیرتت، متوجه؟ یه عمق خاصی داره. بعد اون طرف بیتاش هم مثلا یه مدل خاص خودشه و اینا لذت بخشه. هرچند من سعی میکنم من چون ولی مثلا وقتی گنگم میخونه آجی اینو من خوشم نمیاد توش. خب وقتی گنگم میخونه توش یه ناله ای هست، خب که آقا اینا همه مثلا به ما بدی کردن و نمیدونم چه میدونم شما من اشتباه نکردم راستش. سن مال خب من چون خیلی لیریکو گوش میکنم دقیقاً واقعا اون اثر میذاره. خب سعی میگم نگو دیگه اعصابم خورد شد. خب من مثلا اونایی که اینجوری رو زیاد گوش نمیکنم، ولی اونایی که خالص گنگه اونو گوش میکنم. منظور مثال میزنم. خب مثلا همون گتو رو خیلی دوست داشتم، ولی خب توش داره میگه آقا اینا خراب و اینا لاشی هم. مثلا موضوعش دیگه قصدش اینه. به هر حال نظر شما چیه؟ تو کامنت ها بنویسید ویدیو رو دوست داشتین یا نه. من که خیلی به نظرم موزیک خوبی بود. آره قشنگ بود. آره من خواستم گوش میکنی دوباره حسه شدم اون میگیره. اگه ویدیو دوستشین لایک سابسکرایب زنگ بود یادتون نره. تو اینستاگرام حتما ما رو فالو کنین. کامنت یادتون نره. کامنت یادتون نره. مثل ویدیو اینجا نیکن واسه شیر کنین تا ویدیو بعدی. فعلا.